آیا میدانید؟ سلام، من مدیم. امروز توی باغچه دنبال دو تا گربه میگردم. شما ندیدینشون؟ زیر درخت که نیستن. توی جای محبوبشون روی نردم که نیستن. میدونم چطوری پیداشون کنم. نکنه گشنشون باشه. گربه حیوان خونگی خیلی خوبیه، مگه نه؟ گربه ها دوست دارن برن توی باغچه قایم بشن و همه جا رو بگردن. ولی یه چیز دیگر رو هم دوست دارن. نهار. آماده ای برای نهار؟ این چیه؟ این مدیسونه و اینم ملایکا. یه چیز خیلی جالبی هست که اجازه میده گربه ها هر وقت دوست داشتن بیان توی خونه. میدونین چیه؟ درسته؟ گربه رو. گربه رو مثل یه در کوچیکه که فقط برای گربه هاست. ولی میدونین چطوری کار میکنه؟ بریم ببینیم چطور کار میکنه. گربه رو. برای اینکه بدونیم گربه رو چطور کار میکنه، ببینیم میتونیم کاری کنیم که مدیسون و ملایکا ازش استفاده کنن. اینا دوست دارن تمام روز برن بیرون و برگردن توی خونه. منم دو تا دوربین مخصوص کار میذارم. یکی توی خونه، یکی هم بیرون. اینا دوست دارن بعد از نهار بیان بیرون و بازی کنن. ببینیم چی میشه. دوربینامون آمادن. اوه، ببینین، مدیسون اینجاست. یعنی میره تو؟ آره، رفت تو؟ وای، خیلی تون بود، نه؟ بیان یه بار دیگه تماشا کنیم. این بار با دور آهسته. ببینین مدیسون چطوری با دماغش در رو باز میکنه. صدای باز و بسته شدن در گربه رو شنیدین؟ دوباره گوش کنین. صدای تلق میده، مگه نه؟ ببینین گربه رو اینجوری برای مدیسون و ملایکا باز میشه. ولی ببینین وقتی من بخوام بازش کنم چی میشه؟ کار میکنه؟ نه، به نظر شما چرا؟ چون گربه رو فقط برای مدیسون و ملایکا کار میکنه. ولی گربه رو از کجا اونا رو میشناسه؟ با این. اسم این میکروچیپه. اینم یه حسگره که روی گربه روه. ببینیم چطوری کار میکنه. دامپزشک زیر پشم مدیسون و ملایکا میکروچیپ کار گذاشته. اذیت نشدن چون میکروچیپ خیلی کوچیکه و اصلا حسش نمیکنن. میکروچیپ هاشون شماره مخصوصی روشون دارن. این شماره روی حسگره توی گربه رو هم هست. یعنی هر دو یه شماره هستن. وقتی یکی از گربه ها میرسه به گربه رو، حسگره توی گربه رو میکروچیپ توی گردنش رو اسکن میکنه. درست مثل ما که خریدامون رو دم صندوق سوپرمارکت اسکن میکنیم. وقتی حسگر میبینه که شماره درسته، یه قفل کوچیک توی گربه رو باز میشه. برای همین وقتی گربه با سرش دریچه رو فشار میده، دریچه باز میشه تا گربه بتونه رد بشه. وقتی میان توی خونه هم همین اتفاق میفته. ولی گربه رو فقط برای مدیسون و ملایکا باز میشه. گربه های دیگه نمیتونن وارد این خونه بشن چون شماره های میکروچیپشون با اونا یکی نیست. میکروچیپ خیلی کوچیکه. یه ذره از دونه برنج بزرگتره. ببینید؟ من یه دوربین مخصوص دارم. یه میکروسکوپ که چیزای کوچیک و بزرگ میکنه. یه نگاهی بهش بندازیم. وای، نگاه کنین. باور نکردنیه که چیز به این کوچیکی میتونه دریچه گربه رو باز و بسته کنه. برای اینکه نشونتون بدم میکروچیپ توی بدن گربه چه شکلیه، یه عکس مخصوصی به اسم پرتو ایکس دارم. خب پرتو ایکس یه عکس مخصوصه که به ما اجازه میده زیر پوست رو ببینیم. این عکس پرتو ایکس یه گربه است. ببینین زیر پوست گربه دیده میشه. استخوناشو ببینین. اون لکه سفید رو میتونین ببینین؟ اون میکروچیپه. خیلی کوچیکه، مگه نه؟ مدیسون و ملایکا گربه روشون رو خیلی دوست دارن. هر روز میرن بیرون و بر میگردن تو. از کدوم قسمت طرز کار گربه رو بیشتر خوشتون اومد؟
یادتونه اسم اون دستگاه مخصوصی که زیر پشم مدیسون و ملایکا کار گذاشتن و میذاره از گربه رو رد بشن چیه؟ درسته، اسمش میکروچیپه. صدای باز شدن دریچه گربه رو شنیدین؟ عکس پرتوی ایکس رو دیدین که میکروچیپ توی بدن گربه رو نشون میداد؟ پس دفعه بعد که دیدین یه گربه از گربه رو رد میشه، میدونین چطوری کار میکنه. پشمش خیلی نرم و عالیه. این پشم گربه رو بیرون از خونه گرم نگه میداره. ولی ما که بدنمون پشم نداره چطور گرم میمونیم؟ من دوست دارم کلاه پشمی سرم بذارم. ولی میدونین پشم از کجا میاد؟ کلاه پشمی چطور ساخته میشه؟ بریم ببینیم چطور ساخته میشه. کلاه پشمی. داستان کلاه پشمی از یه همچین جایی شروع میشه، مزرعه پرورش گوسفند. به خاطر اینکه پشمی که کلاه پشمی ازش ساخته میشه از گوسفند گرفته میشه. اینجا یه عالمه گوسفند هست. بفرمایین. این لوئیسه و میخواد نشونمون بده که چطوری پشم از گوسفند میگیرن. اولین کاری که میکنه اینه که پشم گوسفند رو بتراشه. برای این کار اینو لازم داره. به این میگن پشم چین. کارش چیدن پشمه. پشم گوسفند ها رو یکی یکی میچینن. این گوسفند خیلی آرومه. لوئیس خیلی تند کار میکنه تا تمام پشمش چیده بشه. پشمچین یه کمی شبیه قیچیه. میبینین چطوری پشم گوسفند رو میچینه؟ ولی گوسفند اصلا اذیت نمیشه. مثل سلمونی رفتن میمونه. صدای پشمچین رو میشنوین؟ شبیه چه صداییه؟ به نظر من شبیه یه موتور کوچیکه. حالا این برامون مونده. به پشمی که از گوسفند چیده میشه میگن کرک. درست مثل شما که بعد از سلمونی رفتن موهاتون دوباره بلند میشه، پشم گوسفندم دوباره بلند میشه. ولی این کرک شباهت زیادی به کلاه پشمی نداره، درسته؟ برای اینکه ببینیم بعدش چی میشه، باید بریم یه جای دیگه. اینجا یه کارخونه یه کوچیکه که خیلی چیزا رو از پشم میسازن. من کرکو با خودم آوردم. بریم ببینیم بعدش چی میشه. وقتی کرک به کارخونه میاد، وزنش میکنم و بعد جداش میکنم. سو کرک ها رو وارسی میکنه و با دست جداشون میکنه. تیکه های گلی رو که ممکنه توی مزرعه به پشم گوسفند چسبیده باشه جدا میکنه. این کرک روش یه کم رنگ آبی داره. اگه گفتین چرا؟ صاحب گوسفند با رنگ روش یه شماره نوشته که توی مزرعه گمش نکنه. پشم رو میشورن، آب میکشن و بعد قلتک‌ها آبش رو میچلونن. حالا پشم تمیز شده، فقط باید توی خشک‌کن خشک بشه. شاید شما هم توی خونتون خشک‌کن داشته باشین، ولی این خیلی بزرگتره. بعد از اینکه کرک حسابی شسته شد، میذارنش توی این دستگاه. به نظر من شبیه دایناسور سبز با دندونای بزرگ. دندونه ها کرک رو از هم باز می کنن تا گرهی توش نمونه. یکم مثل شونه کردن سر می مونه. توی دستگاه بعدی پشمو از قلتک های خیلی بزرگی که دندونه های ریز دارن رد می کنن. این دندونه ها پشمو شونه می کنن تا آخرین تیکه های کاه یا دونه های توی مزرعه که ممکنه به پشم چسبیده باشه جدا بشه. همه چیز خیلی تون میچرخه. بذاریم با دوربین مخصوص دوره آهستم همه چیز رو کند کنیم تا بهتر ببینیمش. دندونه ها رو ببینین که پشم رو شونه میکنن. جالبه نه؟ وقتی پشم از توی قلتکا بیرون میاد این شکلیه. به اینا میگن نیم تاب. این کلمه محبوب جدید منه.
کم کم داره شبیه پشمی میشه که ازش بشه کلاه پشمی درست کرد. ولی هنوز کاملا آماده نیست چون راحت پاره میشه. به اندازه کافی محکم نیست. اول باید بریسنش. پشم میره روی این دوک چرخان بزرگ. هر تکه‌ای که بیرون میاد هی دور خودش تابیده میشه. آخر کار این به دست میاد. بهش میگن کاموا. کاموا خیلی نازکه. برای اینکه قوی‌تر و کلفت‌تر بشه، چهار رشته رو به هم میتابونن. وقتی پشم از ماشین ریسندگی میاد بیرون این شکلیه. میبینید چقدر قوی‌تر و کلفت‌تر شده؟ به این میگن کاموای بافتنی. با این یه چیزایی مثل پولیور، شالگردن و کلاه پشمی میبافن. ولی همه یه چیزایی که ما میپوشیم به رنگ پشم گوسفند نیستن، درسته؟ پس باید پشم رنگ بشه. توی این قسمت کارخونه کاموا رو میشه به رنگ‌های قشنگ و جور با جور در آورد. به این مرحله میگن رنگرزی. یه مایع آبی به اسم رنگ به آب داغ اضافه میشه تا رنگش رو آبی کنه. حالا کاموا رو توی آب آبی فرو میکنن تا 3 ساعت تمام اونجا بمونه. سه ساعت بعد پشم آماده بیرون اومدنه. وقتی کار تموم شد این شکلی میشه. چه رنگ آبی قشنگی. اینجا یه عالمه پشم هست که به رنگای جور و جور و توپای کوچولو تبدیل شدن. به نظرم حالا وقتشه که کلاه پشمی رو ببافیم. ولی میدونین من معمولا کلاه چه رنگی سرم میکنم؟ درسته، کلاه قرمز. برای همین کاموای قرمز لازم داریم. پاولا داره برام کلاه پشمی درست میکنه. به این کار میگن بافتن. شاید کسی رو بشناسین که بافتنی ببافه. خیلی مهارت میخواد. پاولا خیلی تون کار میکنه ها. بفرمایین. یه کلاه پشمی خوش رنگ و نو. به میاد؟ از کدوم قسمت ساخته شدن کلاه پشمی بیشتر خوشتون اومد؟ یادتون میاد به پشمی که از تن گوسفند چیده شد چی میگن؟ درسته، بهش میگن کرک. صدای چیدن پشم گوسفند رو شنیدین؟ با دوربین حرکت آهسته دیدین دندونه های دستگاه چطوری پشم رو شونه میکرد؟ پس دفعه بعد که کلا سرتون میذارین یا شال گردن یا پولیور پشمی میپوشین یادتون باشه که از کاموایی درست شده که از پشم گوسفند گرفته شده. مرسی گوسفندا، تا برنامه بعد. وقتش سرکی بکشین به آشپزخانه جهانی من.